سلام خوش اومدید به کلاس درس امروز میخوایم با هم روش ساختاری یافته برای حل مسائل قانون دوم نیوتن یاد بگیریم و ببینیم که چطور میتونیم پله به پله یک مسئله قانون دوم نیوتن رو که با جرم نیرو و شتاب سر و کار داره رو حل بکنیم و بعد با یک مثال ساده که من شکلش رو اینجا کشیدم اون رو با هم تمرین میکنیم در ویدیوهای بعد در چندین و چند ویدیوهای آینده با همدیگه این شش مرحله رو در شرایط مختلف تمرین میکنیم تا قانون دوم نیوتون کاملا برای ما جا بیفته من خیلی سریع مراحل رو مرور میکنم تا بعد بریم سراغ تمرین این مراحل روی این مثال در مرحله اول شما شکل ساده شده مسئله رو رسم بکنید اگر شکلتون ساده نیست البته این شکلی که من اینجا آوردم خودش انقدر ساده هست که دیگه نیازی به ساده سازی نباشه در مرحله دوم شما باید نیروهای وارد بر جسم رو به دست بیارید و اونها رو رسم بکنید و بعد در مرحله سوم سوم یک محور مختصات مناسب برای خودتون انتخاب بکنید منظور من از مناسب اینه که مسئله مسئلهتون رو راحت بکنه در م... مسئله های مثل این مسئله که شما دارید روی یک سطح افقی حل میکنید همون محور مختصات کلاسیکی که همیشه انتخاب میکردید خیلی انتخاب مناسبی هست اما در برخی مسائل مثل مسائل سطح شیبدار لازم میشه که شما محور مختصات رو دوران بدید تا مسئلتون راحت تر حل بشه بعد از این مرحله میتونید برید و نیروهایی که در مرحله دو حساب کرده بودید رو روی محور مختصاتی که در مرحله سوم رسم کردید تجزیه بکنید یعنی نیروهاتون رو به دو مؤلفه x و y تجزیه میکنید و بعد در مرحله پنجم به راحتی برایند نیروهای وارد بر جسم در راستای وای و در راستای x رو به دست میارید و شتاب جسم رو با توجه به جرمش در راستای وای و در راستای x به دست میارید و مسئله رو حل میکنید یک نکته ای که کتاب درسی بهش اشاره کرده که نکته نسبتا خوبی هم هست اینه که اگر جسم داشته باشیم که اینها به هم متصل باشن مثلا دارید با یک تناب یک جرم رو میکشید در این صورت میتونید مجموعه اون دو, ج... دو جرم رو یک جرم حساب بکنید اگر این کمک میکنه به حل مسئلتون مثلا اگر بگه شتاب مجموعه رو حساب بکنید میتونید فرض بکنید اون دوتا با هم یک جرم هستن و در نتیجه جسم متصل عملا یک جرم هستن خب بریم و این مراحل رو تمرین بکنیم روی این مسئله به ما یک جعبه ای داده که این جعبه روی زمین قرار داره و وزن جعبه هست 5 کیلوگرم و این جعبه رو من دارم با نیروی 120 نیوتن در این راستا می کشم که زاویه این راستا با محور افق هست 30 درجه و من فرض می کنم یعنی مسئله گفته فرض بکنید که نیروی استکاک صفره یعنی هیچ استکاکی این وسط وجود نداره و بعد به ما گفته که شتاب جسم رو در هر راستا به دست بیارید خب بریم و این مراحل رو اجرا بکنیم من با این اینکه این شکل به اندازه کافی ساده هست میخوام مرحله یک رو هم حتی دوباره اجرا بکنم پس میخوام شکل ساده شده رو برای شما رسم بکنم شما معمولا جرم هاتون رو با یک دایره یا یک نقطه نشون میدید که زیاد شلوغ نشه و بعد داره به این جرم من یک نیروی در این راستا تقریبا یعنی با زاویه سی درجه نسبت به محور افق و به اندازه 120 نیوتن وارد میشه خب دیگه چه نیروهایی داره به جرم من وارد میشه همیشه و برای همه جرم که روی سطح زمین قرار دارم من نیروی گرانش رو دارم یعنی زمین داره جرم من رو با نیروی گرانش به طرف خودش جذب میکنه به صورت کاملا عمودی به طرف پایین و این W مساوی هست با M ضرب در شتاب زمین که این مساوی میشه با 50 نیوتون یعنی من جرم رو ده فرض کردم وقتی که مسئله به نگه چنده همیشه میتونید راحت ده فرض بکنید تا محاسباتتون راحت تر باشه خب آیا نیروی دیگه هم داره به این جرم وارد میشه؟ خب ممکنه الان بگید که نیروی عمودی تکگاه من دارم چون این جرم هم داره به سطح زمین نیرو وارد میکنه و بنابراین نیروی عمودی تکیهگاه باید داشته باشیم یعنی طبق قانون سوم نیوتن سطح زمین هم باید به جرم من نیروی در جهت عکس وارد بکنه اما من میگم لزوما اینطور نیست این اتفاق فقط به شرطی میفته که جسم من روی سطح زمین باشه یعنی من با این نیرویی که اینجا دارم حرکتش نداده باشم به سمت بالا پس اول از همه باید حساب بکنیم و ببینیم که آیا اصلا جرم من به سمت بالا حرکت میکنه یا نه یعنی برایند نیروهای وارد بر اون رو در راستای عمود به دست بیاریم تا ببینیم که آیا نیروی عمودی تکیگاه وجود داره یا نه پس نیروی عمودی تکیگاه فقط به شرطی وجود داره که جسم من اصلا روی تکیگاه باشه دیگه اگه نباشه که اصلا واضحه که نیروی وجود نداره خب پس این میشه همه نیروهایی که ما تا الان مطمئنیم بر جسم وارد میشن پس من مرحله اول و مرحله دوم رو انجام دادم محورهای مختصاتم رو من میام خیلی کلاسیک و به شکل معروفی انتخاب میکنم همون محورهای مختصات عمودی و افقی که من همیشه انتخاب میکردم خب پس این محور وای ها و این هم محور ایکس ها البته همینجوری که روی این شکل میبینید این 120 نیوتون طولش تقریبا با این پنجه ها برابره یعنی من شکلم رو خیلی دقیق نکشیدم ولی حالا انقدر ها هم مهم نیست خب بنابراین من الان این مرحله سوم رو هم رد کردم حالا باید تجزیه کنم نیروها رو روی محورهای مختصات خب این نیروی وزن که دیگه نیازی به تجزیه نداره چون خودش در راستای محور ایگرکا هست بنابراین من میتونم بگم که در حقیقت بردار وزن اصلا مساوی هست با منفی پنجاه بردار یک کی محور وای ها یعنی در جهت منفی محور وای ها پنجاه تا برو جلو اما این رو من باید تجزیه بکنم یعنی یک معلفه x داره این نیروی من که میشه این و یک معلفه y داره این نیروی من که میشه این در حقیقت من میتونم کل بردار رو اصلا به شکل کامل رسم کنم یعنی این بردار و این بردار پس این میشه f x این میشه f y البته من با قرمز ننویسم بهتر هست چون خوب دیده نمیشه برای شما خب fx اندازش چقدر هست خب جهتشو که من دارم میبینم در راستای مثبت محور x اندازش رو هم من به راحتی میتونم به دست بیارم چرا چون من میدونم این زاویه هست 30 درجه یعنی این زاویه هم هست سی درجه بنابراین fx من از من اینجا مینویسم مساوی میشه با 120 نیوتن ضرب در کسینوس سی درجه و به همین ترتیب fy من مساوی میشه با 120 نیوتن ضرب در سینوس سی درجه خب اف رو که من میدونم سینوس سی درجه هست یک دوم این به راحتی مساوی میشه با 120 ضرب در یک دوم یعنی 60 کسینوس سی درجه هست رادیکال سه دوم بنابراین این میشه 60 رادیکال 3 خب یه عددیه دیگه, دیگه. نیوتن. پس من اف ایکس و اف وای رو تونستم به دست بیارم یعنی نیروم رو به دو معلفه تجزیه کردم حالا بیاید بریم به اون سال قبلیمون جواب بدیم آیا جسم به سمت بالا حرکت میکنه؟ خب نیرومون در راستای عمودی و به سمت بالا هست 60 نیوتن نیروی وزن هست 50 نیوتن به سمت پایین و بنابراین این به اون غلبه خواهد کرد و جرم من شتاب عمودی به سمت بالا خواهد داشت بنابراین نیروی عمودی تکهگاه ندارم و این نیروها همه نیروهایی هست که داره به جرم من وارد میشه خب این چیزی بود که من الان کشف کردم حالا بعد از این مرحله چهارم من میتونم به راحتی برم سراغ مرحله پنجم و شتاب رو در دو راستا به دست بیارم بیایید با راستای x شروع بکنیم که ساده تره برایند نیروهای وارد بر جسم در راستای x مساوی میشه با پس من میذارم fx نت یعنی برایند نیروهای وارد بر جسم مساوی میشه با جرم ضرب در شتاب در راستای x و برایند نیروهای وارد بر جسم بر راسته x همین یه دونه است یعنی من همین یک نیروی fx رو دارم بنابراین مساوی میشه با 60 رادیکال 3 یعنی 60 رادیکال 3 مساوی میشه با 5 کیلوگرم ضرب در شتاب بنابراین شتاب مساوی میشه با 60 تقسیم بر 5 یعنی 12 رادیکال 3 متر بر مجذور ثانیه خب این از شتاب در راستای محور x ها در راستای محور y ها چطور من باز می نویسم برایند نیروهای وارد بر جسم در راستای محور وای ها پس این نت یعنی برایند مساوی میشه با جرم ضرب در شتاب در راستای محور وای ها در نتیجه جمع برداری این دوتا یعنی F وای به علاوه وزن مساوی میشه با ام شتاب در راستای محور وای ها و من میدونم که اف وای مساوی هست با 60 ج یعنی 60 واحد در جهت مثبت محور ایکس ها بنابراین من نتیجه میگیرم که 60 ج منهای 50 ج چون دبلیو هست منفی 50 ج مساوی میشه با 5 کیلوگرم ضرب در شتاب در راستای محور وای ها و بنابراین این این میشه 10 ج یعنی 10 تا در راستای محور وای ها بنابراین شتاب در راستای محور وای ها میشه 2 متر بر مجزور ثانیه حالا جی هم خواهد داشت این هم یک آی خواهد داشت یعنی این شتاب در راستای محور X ها و این شتاب در راستای محور وای ها هست ما الان همه این مراحل رو دونه بدونه برای این مسئله انجام دادیم و شتاب رو در دو راستا به دست آوردیم بریم که میخوایم حالا حالا ها از این روش استفاده بکنیم و مثال های بسیار بسیار زیادی رو با هم حل بکنیم فعلا خدافظ